با سلام خدمت دوستان گرامی درس 308 رو دنبال میکنیم داستان کنیگ رو رو دنبال میکردیم بچه پادشاه و این بخش د یا بخش چهارم این داستان هست میگفتیم که موضوع یه دونه پادشاه بود که توی اون شهرش افراد فقیر بودن و یکم تلخکام و بیترد و از پادشاه هم میترسیدن یه روز پادشاه همه رو جمع گفت داد جمع کنن توی میدان اصلی شهر توی میدان شهر که بهشون یه چیز مهم رو ابلاغ کنه به حال با یه کمی هیجان و یک کم ترس مردم نگاهاشون رو به سوی پادشاه خیره کردن و جهت دادن و منتظر موندن ببینم چی میگه می تایلونگ رو بشنوم می تایلونگ یعنی ابلاغ خب شروع کرد به صحبت تا همه رو کار کردیم قرمزار رو که می تمام رو کار کردیم در واقع کلمات مهم اضافه و کلمات مهم متن رو کار کردیم خب شروع کرد به صحبت کردن کنیک کنیش که از به صحبت کردن و گفت یه دونه بچه رو من بچه‌مو در برابر یکی از بچه های شما عوض کردم اگر متوجه بشم یا ارفاق یعنی در واقع بهم خبر برسه یا بدونم در واقع ارفاق معنی اینو دونستنم معنی میده زلت ارفاق اگر بدونم که من کین اتفاس شلشت است فرد این کلمه زیاد مهم نیست فعله وردشتن شول دیگن کسی رو که مقصر هست دن شول دیگن سوغشنشافت سین سوغشنشافت سین یعنی در واقع به بازوخاست و مواخذه بکشن خب سلامه مردم میترسن احتمالا و همه بچه ها با خوبی رفتار میکنن دان کیرت در کنیش آفزن شلوس سوغ داناخ یعنی بعدش داناخ یا دان سوغ کیرن یعنی برگشتن یعنی سوغ گین به جای کیرت میتونه میگیم گینگ یعنی رفت گینگ سوغ رفت برگشت رفت حالا کرت سو کنن کرن سو یعنی برگشتن شاه به کجا اوف زن شلوس روی قصر شلوس یعنی قصر قصر و اوف زن شلوس که چون حرکتی بوده بعد از اوف اینجا و داس شلوس هست بنابراین اینجا میتونیم بفهمیم که داس شلوس هست و دیر نیست چرا چون اگه دیر بود نمیشه زاینن به سمت قصرش خوب رفت برگشت خلاصه ابلاغ کرد رفت می تایلونو دادا دی شتاد یعنی ساکنان شهر فیرشتن دی شترافه اتفاس فیرشتن تو درس همین درس بخش یکش داشتیم یعنی اتفاس زیش فور اتفاس فیرشتن یعنی از چیزی ترسیدن مثلا اینجا اون ساکنان فرشتتن فرشتتن ترسیدن شترافه را یعنی در واقع یا یعنی اون تنبیه یا یعنی اون جریمه ای رو که حالا شاهه وعده داده بود ترسیدن پس اتفاس که اینجا آکوزاتیف هست دیشخافه اتواز فرشتن یعنی یه چیزی را ترسیدن که میتونیم به جاش بگیم در واقع یکم ادبی این حالت اتواز فرشتن ادبیه گفتیم تو درس آ گفتیم زیخ فور اتواز فرشتن بهتره مثلا اینجا میتونم بگم دی شتات بونه فرشتتن زیخ فور در استرافه زیخ فرشتن فور که مثلا بعدش داتیف میاد درسته یعنی ترس خود را ترس ترسیدن از چیزی در واقع فور معنی حالا جلوی اینجا از اینجا معنی از میده از جلوی چیزی ترسیدن یا از چیزی ترسیدن پس اینجا اگر به این حالت رفلکسیوی بخوایم بگیم دیشتراف میشه در شترافه. چون بعد از این میاد دی شتات بونر فیرشتتن زیخ فور در شترافه. چرا وایل نیمان چون هیچ کس وست نیمان وسته هیچ کس نمیدونست خب پس وست ich weiß، میدونم er oder sie und Dr. ja und Pesare weiß und am Mittwoch nehmen که weiß weiß mir ohne. Du vom du weißt du weißt. که وای چون آی داریم اون بلند تلفظ میشه این دوتا این به این صورت اس دو اس رو اینجوری می‌نویسیم اینجوری نمی‌نویسیم خب حالا ich weiß ich wusste wusste دیگه وو نمیگیم ووسته دیگه اگه میگفتیم ووسته این دو اینجوری میشه ولی چون میگیم وست خیلی سریع تلفظ میشه پس میشه اینجوری میشه وست نمیدونست اون پسره پس دو تاش یکیه واسه ار و ایک تا حالت گذشته گفتیم یکیه اینو قبلا هم توضیح دادیم بنابراین اینجا باز هم برخورد کردیم چون که هیچ کس نمیدونست ولشست داس کنیش کیند وا ولشست داس کیند وا کدوم ولشست ولشست کیند اینجا میتونم بگم کدوم بچه کدوم بچه بچه پادشاه بود چون هیچ کس نمیدونست نمی کدوم بچه بچه پادشاه بود یا بچه پادشاه هست اینجوری هر دو رو میتونیم بگیم خب الان اینجا دیگه کیند رو ولی چون اینجا ولکس ولکس گفته این اس برمیگرده به همون کیند خب بدین جهت دس هالب میتونیم به جای دس چی بگیم دیگه میتونیم بگیم deswegen میتونیم بگیم aus diesem گروند به این دلیل میتونیم بگیم فون دا, دا هر به این خاطر میتونیم بگیم فون هم نگیم فقط بگیم دا هر. اینا همش مثل دس هست دس حالت استاندارد خوب داره همینو میتونیم استفاده هم به همین ترتیب deswegen deshalb دس, دس دی زم دی گروند به این دلیل فون از این جهت از این رو داه از این رو برحال in folge dessen in folge این چیزهای دیگه هم هست حال چ... هزار... ممکنه ده تا چیز اینجا بشه ردیف کرد ولی دو تاش بدونید کافیه ده سال یه چیز استاندارد خوبه aus diesem رو میتونید توی مثلا متنای تون توی متنایی که حالا چیزهای توی امتحانات b1 و 3.1 و اینا دارید استفاده کنید قشنگی به نظر من خب پس اینا هم در واقع باقه... مهم اینه که بعد اینا فعل میاد بچه بعد از همشون فعل میاد ببین اینجا هم گفته this help بگانن. بگانن به نظرتون چی هست؟ گذشته یه beginen هست بگانن dimension شروع کردند انسان ها حالا اون مردم اونجا دی به ورنه میتونست بگه دی به جاش میتونست بگه الکیندا این در همه بچه ها رو توی شهر زود سو به اون زو تو بهندل اونجوری باشون رفتار کنن als انگار که ویر یدس اینسلنه دست کنیگ کیند دست خب اینجا گذاری این حالت als رو باید بگم چون انگار که معنی میده یکم کار کنیم با این به جای آلس مثلا من میتونم بگم ایش بهندل ببین بهندل واسه من که صرف میشه یه ای اینجا میگیره این ای اینجا هست میشه بهندل ایش بهندل دیخ من با تو رفتار میکنم تو را در واقع رفتار میکنم چون دیخ آکوزاتیو هست به هم به داریم اولش بخاطر خاطر هم آکوزاتیو میاد وقتی یه چیز اینجا به داشته باشه فعل اینجا نمیتونیم دیه بگیم با تو فارسی من میگم من با تو رفتار میکنم با داره ولی توی آلمانی میگن من تو را رفتار میکنم به من با تو رفتار میکنم Als انگار که Als بعدش فعل میاد ویستو ویستو انگار که باشی تو بوده باشی تو ماین کیند بچم بوده باشی من با تو طوری رفتار میکنم که انگار تو بچم هندل دیش زو الس ویستو مین بوده برادرم باشی مثلا انگار که تو برادرم باشی پس میبینید که الس بعدش فعل میاد که حالته اگه بخوام حالت معنی انگار داشته باشه بعدش فعل میاد که این فعل حالت کنیوکتیو داره بچا کنیوکتیو خیلی مهمه که در درس های 137 تا 149 و 221 تا 226 این کنیوکتیو 2 هست اینم کنیوکتیو 2 هست حالت های غیر واقعی رو توضیح دادم اینجا انگار که حالت غیر واقعی داره درسته به خاطر هم میگیم وی است این درس ها رو من میگم مرور کنید حتما که بدونید یعنی چه جوری بودن این کنیوکتیو در حالت حال هست و آینده این کنیوکتیو حالت گذشته است خب مثلا فورکومن یعنی به نظر رسیدن فورکومن فورکومن معنی حالا رخ دادن هم میده مثلا داس اون کمت میاد کمت می فور جلو میاد در واقع میگه که حالت یه جلو اومدنده در واقع داس کمت می فور انگار یعنی در واقع به نظرم میرسه داس کمت می فور als انگار که من تو را میشناختم شناخته شده باشم حالا ایش دیش، یعنی تو را میشناسم درسته؟ حالت کنیوکتیوش میشه ایش ورد دیش کنن درسته؟ این درس هست ایش ورد دیش کنن یعنی انگار تو را میشناختم انگار تو را شناخته باشم هم چیزی حالت غیر واقعی هست کنیوکتیو گفتیم حالا من اینو بخوام اینجا بگم دست کمت vor دوستان بهتره بگیم kommt کمت اس بگید اینجا انگار که بشناسمش آلس خب بعدش ورده میاد ورده ایش زی اون دختره رو یا اون پسره رو کنن دست کمت میه فو آلس ورده ایش زی به نظرم میرسه انگار که میشناسمش انگار که شناخته باشمش میبینید پس آلس اومده ورده بعدش اومده این تو روزمره میشنوید یه حالت دیگه هم داریم als اوب هست که als اوب چون اوب داره بچه ها فعل رو میندازه آخر یعنی من اگه اینو بخوام با als اوب بگم میشه چی؟ ich بهندر دیش زو als اوب انگار که دو فعل که وی هست هست میرا دو ماین بروده وی است اینجوری میشه پس als اوب چون اوب داره دیگه ob مثل حالت دست هست فعل رو میکنه به همین ترتیب das kommt mir Kommt mir vor, es kommt mir vor, oder das kommt mir vor, als ich ihn kennen würde. Wurde mir auch aber als Ob eigentlich. Du redest so, als wärst du. Er redet so als wäre er. Aber also, wer ist, bei ich nicht, wer ist, beben, nicht, wir in Julien am nicht wahr? Wer ist, oder? Also. Er redet so, als wäre er Prez der Präsident von den USA. Wäre. In welcher Reihe ist Er redet so, als wäre er der Präsident von den USA. Von den USA. In den USA, jahre passen bei das von Dativ schon den. فون دم ایران اگه بود میشد فون دم ایران پس میتونیم اگر با آلز اوب بخوام اینو بگم میگم میگم ردت زو آلز اوب ار در پرزیدنت فون دن او این دیگه ور نه نمیخواد بذاریم چون من اینجا با آلز گفتم درسته این خیلی مهمه توی آلز اوب رو توی حتی به یک و حتی سه یک هم میبینید بعضی مواقع آلز اوب داره که شما باید حواستون باشه که این آخرش فعلی که اینجا میاد حالت کنیوکتیب داره خب این من با یه چند تا تمرین دیگه بهتون میدم خیلی توصیه میکنم که این دو سری رو حتما مرور کنید به خصوص سری اول که کنیوکتیو در حالت حال و آینده است که بعد از آلس یا آلس اوپ هم به همین ترتیب این نو کنیوکتیو استفاده میشه درس های ما رو میتونید در سایت آلمانی فارسی دات کام جرمن ببینید و یوتیوب ما رو هم که میشناسید یوتیوب دات اشکان این درس ها رو خوب می‌بینید و بهتون کمک میکنن که دامنه لغتتون یکم افزایش بدید و با و یه سری استراکچرهای خیلی مهم و خوب آشنا بشید حتما با لایک خودتون تو یوتیوب و به اشتراک گذاری هم به ما این پیام بدید که درس‌ها رو ادامه بدیم هم کاری کنید که بچه های دیگه دوستان دیگه راحت‌تر درس‌ها رو پیدا کنند این درس ۳۸ بخش د بود